این روزها و به خصوص بعد از اینکه خامنه ای در یک سخنرانی از ظریف و مذاکراتی که پیش می برد تعریف و تمجید کرد، شاهد اشارات فزاینده ای از سوی مهرها و رسانه های رژیم هستیم به مذاکراتی که پشت پرده بین رژیم و طرف های غربی بر سر برنامه موشکی و سیاست ها و دخالت های منطقه رژیم و ضرورت عقب نشینی رژیم از سیاست های قبلی خودش جریان داره. گزیده ای از این جریان از نظرتون میگذره. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم 29 بهمن. ظریف: بعضی ها حرف هایی میزنند که گفتگوهایی راجع به سایر موضوعات انجام شود. کسانی که دنبال این گفتگوها هستند باید اول نشان دهند که در اجرای تعهدات قبلیشان جدی هستند تا اینکه بشود بحث دیگری با آنها کرد. مخصوصا این بحث ها هیچ ارتباطی با برجام ندارد. برجام بر اساس یک پیام مشترک بوده است که ما نمیخواهیم از طریق برجام همه ی موضوعات را حل کنیم. قرار بوده ما از طریق برجام یک موضوع را حل کنیم. آن موضوع از نظر ما از طریق برجام حل شده است. ظریف درباره اظهارات امروز مقام معظم رهبری درباره وی عنوان کرد: ایشان همان گونه که فرمودند از همه آنچه که ما در جلسات خصوصی گفتیم و همینطور در صحبت‌های علنی کاملا اطلاع دارند و مثل همیشه محبت می‌فرمایند و بنده از محبت‌های ایشان سپاسگزارم و امیدوارم شایسته محبت‌های ایشان باشم. جانگیری معاون آخوند روحانی 30 بهمن: مذاکره را تیم آقای روحانی و شخص آقای روحانی هدایت کرد، اما لحظه به لحظه مذاکرات به نظر رهبر انقلاب رسانده می‌شد و نهایتاً تایید رهبر انقلاب بر توافق برجام شد. سایت حکومتی دیپلماسی ایرانی 30 بهمن: برجام بعد از تعیین اولتیماتوم ترامپ به شکل جدی در خطر است. در همین سخنانی که شما از مکمستر گفتید، او اعلام کرد که آمریکا پیشتر تصمیمات و برنامه‌های خود را در خصوص برجام و ایران گرفته است و اکنون مرحله عملی کردن آنهاست. این مسائل نشان از جدیت آمریکا برای همراه کردن عرصه بین‌الملل با خود علیه ایران دارد. لذا باید این دست از اقدامات دیپلماتیکی معنادار را جدی گرفت. لذا امکان ایجاد ائتلاف علیه ایران در خصوص توان موشکی و دفاعی کشور روز به روز در حال تقویت است. علی بیگدلی، کارشناس سیاسی رژیم 30 بهمن: تهران باید به صورت جدی برای جلوگیری از هر گونه تنش سیاسی دیپلماتیکی در راهبردهای خود تجدید نظر جدی داشته باشد. اگر ایران در سالهای گذشته به واسطه نوع نگاه آمریکا و اوباما توانست در یک خلأ قدرتی نقش خود را در خاورمیانه گسترش دهد، دیگر چنین فضایی مهیا نیست. ابتدا باید این تغییرات در رفتار خود تهران مشاهده شود. اگر مسائل ایران موشکی هم در راستای توان دیپلماتیکی قدرت تبیین مواضع مثبت و سازنده جمهوری اسلامی را داشته باشد، می توان به این گونه مواضع و پیشنهادها در خصوص تلطیف و تعدیل شرایط و جو ایران حراسی امیدوار بود. من معتقدم که اکنون مسئله موشکی و نه برجام است که می تواند سایر ابعاد کشور را هم دچار چالش جدی کند. خبرگزاری حکومتی شفقناس 30 بهمن: مسئله بازگشت ایران به پشت مرزهای خود است. در شرایط کنونی این بازگشت با هزینه های هنگفت مالی و جانی که ایران در عراق و به خصوص سوریه داشته عملا غیر ممکن است و اگر چنین مسئله روی دهد که تقریبا هم محال است، جمهوری اسلامی ایران با چالش پاسخگویی به جامعه خود در خصوص تضاد صرف این ابعاد از هزینه در خارج از مرزهای خود با بازگشت به پشت مرزها روبرو خواهد شد. اما با تمامی این تفسیر، اگر ایران به دنبال بازگشت به پشت مرزهای خود باشد، اولین جایی که از آن خارج خواهد شد یمن باشد، جایی که با تحلیل و رصد برخی اتفاقات هم در ایران و هم در خود عربستان و نیز یمن به نظر هم می‌رسد که مقدمات خروج ایران از بحران یمن در حال فراهم شدن است. خبرگزاری حکومتی میزان 30 بهمن: پاسدار صنایع راد با اشاره به تلاش کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه برای تنظیم قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت اظهار کرد: در این ماجرا انتظار می‌رفت اروپایی‌ها عاقلانه‌تر و منطقی‌تر رفتار کنند و با طناب آمریکا به چاه نروند. به افزود اعتبار انگلیس و فرانسه با وارد شدن به معرکه‌ای که یک دیوان نمای آمریکایی آن را هدایت می‌کند به شدت مخدوش شد.